درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید جمهوری نکبت اسلامی دارای اسلام ناب محمدی خشنترین کشور حامی تروریسم در جهانه انقلاب روی ریله و تغییر رژیم قطعیه چه برخی کشورها بشنبن و چه نشنبن رژیم با پادگان نظامی نمیتونه خشم مردم و جوانان رو کنترل کنه و التیام بده و هویت جمهوری ننگین اسلامی که سال 1979 به کمک برخی خرابکاران مارکسیست و اسلامی دوستدار خمینی به قدرت رسید یک هویت جعلی بر اساس تفکر خمینیسم داره و اصلاح طلبان چپها و تجزیه طلبان آفتهای این جنبشن و نهاد دینی ملایان بی آبرو و بی شخصیت و فاقد مشروعیت شده و اگر دموکرات ها نمیشنون باید بدونن که این یک ماه نهایت قدرت ببر کاغذی ملایم بود و تغییر رژیم در ایران کل منطقه رو تغییر میده و بایکوت و تحریم مسئولان ایرانی فایده ای نداره همان سیاست کمک به اوکراین رو برای ما هم اجرا کنید و افسوس که هنوز تغییر رژیم برای کاخ سفید کلمه ممنوع است ولی جوانان ایران سیاست واشنگتن رو تغییر خواهند داد چهارده بار علیه استبداد خامنه ای از سال 1371 قیام کردند و ملا فقط کشت. امروز ملایان دارن کشته میشن چون ملا یک سرطانه که با خرابکاری به قدرت رسید و متاسفانه برخی کشورهای منطقه تحملش کردن ولی نسل جوان ملای وحشی رو تحمل نمیکنه چون خامنه ای در حرفاش نشان داده که حاکمی فاسد وقی ناکارآمد مستبد کینجو پرمدعا و ایه و اصولا معموریت ملا برای توسعه فقر و ویرانی بوده و حالا جوانان ایران پیامشون روشنه جیمی کارتر اوباما و بایدن راه خودشون رو رفتن ولی نسل جوان هم راه خودش رو اما امضا و توافق با این آخوندهای وحشی به جایی نمیرسه چون فایده ای نداره حقیقت تاریخ ایران اینه که 1979 یک فاجعه تروریستی بود و ملایان جایی برای رفتن هم ندارن حتی به سوریه و چه به لبنان و به زودی روزی میرسه که بایدن و غرب هم خواهند شنید سیندرله ایرانی چرا که این رژیم باز تکرار میکنم پاشنه آشیل همین سیندرله و این رژیم مثل صد از این سیندرله میترسه حتی قالیبافش با همه چکمه ها و در مقابل این سیدرلا ها عددی نیست که میاد و در شهرداری دستور میده زن منشی, منشی زن استخدام نکنید چه استخدام کنن؟ یک مش گردن کلوب از همون لاتهای خیابانی که شده همه تون سرداران و سردمداران اون کشور و حکرامان قیافه میدی آشمی رو دیدید اتفاقا اکسش رو در یک سایت دیدم مثل خودنویس بود مثل لات ها میموند مثل اوباش عربد کشان میرد این آقازاده اول اون مملکته دیگه بقیهش رو حساب کنید در ادامه این عضو یکی از نهادهای امنیتی میگه که بله من تحلیلگر نهادهای امنیتی هم. اما نهاد امنیتی اول انگیزه رو میبینه که تغییر رژیمه و دوم واقعیت روی صحنه رو که 250 کشته پنجاه کودک و 120 شهر به تظاهرات برخواستن و رئیس CIA درست متوجه داستان شد حمایت از جریان اطلاعات چون این فروپاشی رژیم ملایان وحشی قطعیه و برخی از لابیهای فاسد و وابسته به چپ اسلامی یا مارکسیست به دنبال مصادره و انتقال نرم قدرت و حفظ ساختار هستند اما بیفایده است در همین رابطه شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار این شدند که دولت این کشور به عملکرد جمهوری نکبت اسلامی در سرکوب اعتراضات سراسری واکنش شدیدتری نشان بده جمعیان نمایندگان مجلس عوام بریتانیا با اظهار نظر در مورد یک پرسش کلی که واکنش وزارت امور خارجه بریتانیا به مقامات ایرانی چه خواهد بود دولت لیزتراز نخست وزیر بریتانیا را تحت فشار گذاشتند تا موضع خودش در قبال وضعیت فعلی ایران و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان رو روشن اعلام کنه و یکی از نمایندگان مجلس عوام با اشاره به اینکه اعتراضات مردم ایران مطالباتی فراتر از لغو حجاب اجباری هم داره میگه که مردم ایران در پی آزادی های بنیادین هستند تا زندگی خودشون رو به دلخواه خودشون شکل بدن و ما شاهد شکوفایی جامعه مدنی ایران هستیم و بریتانیا باید از آن حمایت کنه او میگه من خوشحالم که دولت تحریم های ایران را به دنبال درخواست های حزب کارگر برای انجام این کار افزایش داده ولی در عین حال بریتانیا باید برای حمایت از جامعه مدنی ایران و روزنامه نگاری مستقل تلاش بیشتری انجام بده و همچنین با طرح این پرسش که اگر رژیم تغییر کنه برنامه بریتانیا چیه؟ گفته که بریتانیا امروز باید با نیروهای مترقی در داخل ایران ارتباط برقرار کنه و از همه کسانی از حقوق بشر دفاع میکنن حمایت کنه آیا وزیر به ما خواهد گفت که بریتانیا چگونه قصد داره که با جامعه مدنی ایران رابطه برقرار کنه چون این احساس وجود داره که تغییر در راه و ما باید در سمت درست تاریخ باشیم میریم درخت تنومند جمهوری اسلامی رو در این شورزار از جا بکنیم زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی و این در حالیه که خیزش سراسری در ایران و گسترش اعتراضات به گوشه و کنار کشور به تهدید جدی برای تأسیسات و زیرساختهای استراتژیک جمهوری نکبت اسلامی از جمله فرودگاه ها بدل شده تهدیداتی که حتی میتونه پروازهای داخلی و بینان مللی بر فراز ایران رو محدودتر از اکنون کنه در همین رابطه هشدار امنیتی وزارت اطلاعات به صنایع هوایی در پی تشدید اعتراضات و بر اساس ابلاغیه‌ای به وزارت اطلاعات در امور هوایی دستور داده شده که با توجه به اتفاقات اخیر در سطح شهرها و حساسیت موجود در صنعت هوایی ضمن تشدید هوشیاری و اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از تحرکات مشکوک و رخدادهای سوء امنیتی مراقبت‌های هوایی در حوزه فرودگاههایی، از جمله فرودگاه مهرآباد تهران علل خصوص محدوده مناطق امنیتی تشدید بشه و منابع محلی هم گزارش دادن که از روز شنبه 23 مهر ماه پروازهای گشتی و شناسایی در محدوده فرودگاه مهرآباد تهران افزایش یافته و این هواپیماها با هدف بررسی وضعیت محلات اطراف فرودگاه مهرآباد پیش از آنکه هواپیمای مسافربری یا باری روی باند فرود بیاد یا پرواز کنه اقدام به شناسایی محدوده پشت حصارهای فرودگاه می کنن تا هواپیماها در ارتفاع پایین با مشکلات پیشبینی نشده امنیتی روبرون نشن چون در تهران اعتراضات ضد حکومتی به محلات امامزاده عبدالله و امامزاده حسن در ضلع شرقی فرودگاه مهرآباد و تهران سر و شهرک اکباتان در ضلع غربی و شمالی فرودگاه رسیده در همین رابطه یک منبع آگاه میگه که در دو هفته گذشته با ادامه اعتراضات تعداد سربازان اطراف مهرآباد و تعداد گشت های خودرویی بیشتر شده و تعداد پست های یگان پاسدار پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی ارتش مستقر در فرودگاه و یگان هوا نیروز نیز افزایش یافته و همین منبع گفته که پروازهای مشکوک خارج از برنامه به شهرستانها که شرکتهایی مثل پویا ایر متعلق به سپاه پاسداران و کاسپیان متعلق به ارتش انجام میدن نیز زیاد شده. همچنین گزارش شده که شماره نیروهای امنیتی در مهرآباد و فرودگاه خمینی افزایش پیدا کرده. چون پروازهای خارجی بدون برنامه از فرودگاه خمینی نیز در هفته های اخیر بیشتر شده و مقصد نهایی خیلی از آنها تفلیس گرجستان یا شهرهای ترکیه بوده و در مورد پروازهای تفلیس گزارش شده که تعداد مسافرینی که سوار هواپیما شدند از میزان ظرفیت هواپیما خیلی کمتر بودند همچنین اغلب مسافران پروازها بدون برنامه از گیت وی به سالن پرواز رفتند و این در حالیه که چنین گزارش هایی احتمال خارج شدن وابستگان رژیم و خانواده های اونها را از ایران بیشتر میکنه. اگر یادتون باشه وزارت اطلاعات جمهوری نکبت اسلامی هشتم مهر از خونساسازی دو خرابکاری در هواپیماهای مسافربری در ایران با هدف سقوط آنها خبر داد ولی سوال اینجاست که با این همه تمهیدات امنیتی بدیهیه که هر گونه خرابکاری در هواپیماها با توجه به حفاظت شدید امنیتی در خود فرودگاه ها نیز از سوی عناصر داخلی نظام ممکنه و نه مردم و مسافران عادی پروازها که برای سوار به هواپیما از هفت خان رستم باید بگذرم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.